سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خیلی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید و اگه هنوز عضو این کانال نشدید با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. 11 آبان 1304 روزی بود که احمدشاه آخرین پادشاه قاجار بعد از خلع از حکومت در 9 آبان همان سال برای آخرین بار ایران رو نه برای تفریح بلکه برای تبعید به مقصد اروپا ترک کرد. هرچند که وی نه اولین پادشاه ایران بود که تاج و تخت کشورش رو به اجبار ترک میکرد، نه آخرین پادشاه. پدر بزرگش مظفرالدین شاه امضا کننده ی فرمان مشروطیت در ایران مرد و در کربلا به خاک سپرده شد. پدرش محمد علی شاه بعد از مخالفت با مشروطه و به توپ بستن مجلس با کمک کلونل لیاخوف روسی از مشروطه خواهان شکست خورد و در بندر ساوانای ایتالیا در تبعید مرد و در کربلا دفن شد. او هفتمین و آخرین پادشاه قاجار بود. دومین پسر محمد علی شاه و اولین فرزند پسر او از ملکه جهان بود که در هنگام ولیعهدی پدرش به دنیا آمد و بعد از فتح تهران و خلع پدرش توسط مجلسی عالی رجال و بزرگان مملکت در 12 سالگی به سلطنت رسید. تا رسیدن او به سن بلوغ و تاجگذاری در تیر ماه 1293، ابتدا عزت‌الملک و سپس ناصرالملک از سران ایل قاجار نایب السلطنه بودند. احمدشاه در تاریخ 25 تیر 1275 در شهر تبریز متولد شد و به تاریخ 22 تیر 1288 در سن 12 سالگی بعد از فتح تهران توسط قوای مشروطه خواه و خلع تحقیرآمیز پدرش از سلطنت توسط مجلس عالی رجال و بزرگان مملکت به پادشاهی رسید. در تیر ماه 1293 بعد از رسیدن به سن بلوغ تاجگذاری کرد. تا زمان تاجگذاری احمدشاه 2 نفر از سران ایل قاجار نایب السلطنه ایران بودند. اولین ازدواج از 5 ازدواج وی در سن 17 سالگی صورت گرفت. وی در مجموع دارای 3 فرزند دختر و 1 فرزند پسر شد. تاجگذاری وی مصادف با شروع جنگ جهانی اول شده بود. دولت وقت موضع ایران رو در این جنگ بی‌طرفی اعلام کرد، ولی بی‌طرفی ایران توسط دولت‌های متخاصم روسیه تزاری، انگلیسی و عثمانی نادیده گرفته شد و قوای این 3 کشور از شمال، غرب و جنوب وارد ایران شدند. قوای روسیه تا نزدیکی تهران پیش اومدند، ولی از براندازی حکومت قاجار منصرف شدند. در زمان سلطنت وی قرارداد معروف به 1919 به تاریخ مرداد 1298 یا 9 اوت 1919 یعنی دولت‌های ایران و بریتانیا با امضای وثوق الدوله رسید. احمدشاه در میهمانی شام لورد کرزن وزیر امور خارجه انگلستان در لندن به صراحت قرارداد 1919 رو تایید می‌کنه و نوشیدنی خودش رو به سلامتی لورد کرزن و همسرش می‌نوشه. در تاریخ 3 اسفند 1299 کودتایی توسط رضاخان میرپنج با همکاری سید ضیاءالدین طباطبایی و تحریزی ژنرال آیرونساید افسر عالی رتبه انگلیس اجرا شد. طی این کودتا مقاومت چندانی از سوی نیروهای محافظ تهران دیده نشد و تنها تلفات نیروهای کودتا و چند نفر از نیروهای قزاق بود. بعد از این کودتا احمدشاه مجبور به امضای حکم وزیرالوزرایی سید ضیاء شد، ولی 1 سال بعد موفق به عزل او با کمک رضاخان میرپنج شد. بعد از کابینه سید ضیاء، کابینه قوام، مشیرالدوله، کابینه 2 قوام، مستوفی‌الممالک و کابینه آخر مشیرالدوله از سوی احمدشاه روی کار اومدند. احمدشاه به اجبار در آبان 1302 رضاخان سپهسالار رو به نخست وزیری انتخاب میکنه. در فروردین 1303 سعی در عزل کردن رضاخان کرد، ولی به علت عدم حمایت مجلس از خودش مجبور به انتخاب مجدد رضاخان به عنوان نخست وزیر شد. او دومین پسر محمد علی شاه و اولین فرزند پسر او از ملک جهان بود که در هنگام ولیعهدی پدرش به دنیا آمد. دوران کودکی او در تبریز سپری شد. قبل از رسیدن به مقام سلطنت احمد میرزا خوانده می شد. معلمان و مربیان روسی داشت و اسمیرونوف معلم روسی او که افسر ارتش روسیه بود در او بسیار نفوذ داشت.
احمد فوق‌العاده مورد توجه و علاقه پدر و مادرش بود. در همون سال اول سلطنت محمد علی شاه در 10 سالگی به عنوان ولیعهد تعیین شد. تاجگذاری وی مصادف با شروع جنگ جهانی اول شد. او در سن 17 سالگی یک سال پیش از تاجگذاری با بدرالملوک والا که پدر شاهزاده ظهیرالسلطان والا نوه عباس میرزا بود ازدواج کرد. این ازدواج توسط مادر احمدشاه ملک جهان ترتیب داده شد و عروس که در اون هنگام 12 ساله بود در تنها مدرسه دختران تهران درس میخوند. مراسم عقد با تشریفات مفصلی انجام شد. حاصل این ازدواج دختر بزرگ احمدشاه ایران دخت بود. گفته میشه بدرالملک بسیار زیبا بود و احمدشاه به اون علاقه بسیار داشت. اغلب اون رو به تالار آینه قصر می بود و به انعکاس عکس او در آینه ها می نگریست و می گفت در اینجا من فقط یک بدری ندارم، بلکه 1000 بدری دارم. با وجود این علاقه، چون بدرالملوک پدر خود رو شایسته تر از احمدشاه می دونست، بین اونها اختلاف افتاد و این ازدواج منجر به جدایی شد. احمدشاه 3 بار دیگه نیز ازدواج کرد و از این ازدواج ها صاحب 2 دختر به نام های همایون دخت قاجار و مریم قاجار و 1 پسر به نام فریدون قاجار شد. اندکی بعد از کودتای اسفند 1299 و قدرت گرفتن سردار سپه به اروپا رفت و بعد از اون که سردار سپه به وفاداری به شاه سوگند خورد باز به ایران برگشت. او بیش از هر چیز نگران وضع خود بود و به وضعیت نابسامان کشور چندان واقعی نمی نهاد. با قدرت گرفتن سردار سپه و تحمیل خود به احمدشاه به عنوان نخست وزیر و ناخوشی اوضاع احمدشاه دلیل بر اون شد که وی باز به فرنگستان اروپا برود. در هنگامی که او در آنجا بود با رأی مجلس مؤسسانی که سردار سپه ترتیب داده بود قدرت برکنار کردن آخرین شاه دودمان قاجار شاهنشاهی قاجاریان رو به پایان رسوند. در تاریخ 3 اسفند 1299 کودتایی توسط رضا میرپنج با همکاری سید ضیاءالدین و تحریزی ژنرال آیرونساید افسر عالی رتبه انگلیس اجرا شد. احمدشاه آخرین پادشاه سلسله قاجار در 11 آبان سال 1304 ایران رو برای آخرین بار ترک کرد و در 9 اسفند 1308 در پاریس درگذشت و در کربلا دفن شد. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما باخبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا دیداری دوباره، بدرود.